فرصت عالی که خداوند میبخشه و اجازه میده که ما از قلب و از افکار و وقتی که کلام رو میاریم در اصل قلب خدا رو باز میکنیم، فکرهای خدا رو باز میکنیم، از آنچه که چشیدیم، دیدیم، لمس کردیم در میان میگذاریم و آمین که هرچه از دل برمیخیزه به دل بشینه و کلام خدا ما رو تقویت میکنه. وقتی که دور هم جمع میشیم میگه با کلام، با مزامیر، با تسبیحات، واقعا توی جلسه خواهران میشه اینو عیناً دید، هم تسبیحات هست، هم سرودها هست، هم شهادتها هست، هم پرستش هست، هم کلام خدا هست و باشد که بنا بشیم و او به تمام و کمال در زندگی ما دیده بشه. قبلش راستش بخواین من دو هفته پیش بود به خواهر نسرین گفتم که خواهر نسرین نمیدونم چرا یهویی من با این سر دلم خیلی کارا دارم، این سر دل من یه جایگاه خاصی داره تو زندگی من. وقتی میگه از بطن شما نهرهای آب زنده جاری خواهد شد، من خیلی به این قسمت از بدنم راستش بخواین اهمیت خاصی میدم. میگم دلشوره معمولا از اینجا میاد، استراب از اینجا میاد، خوشی دل از اینجاست، قوت از اینجاست، شادی از اینجاست و خیلی حواسم هست بهش. یا مثلا یه خود احساس بکنم نگران، زود میگم که ای خدا من چرا اینجا اینجوریه، چی شده، مثلا برای چی من یه همچین احساسی رو دارم، برای چی همچه حالتی رو دارم. و دوشنبه صبح بود من بلند شدم دیدم این سر دل من اینقدر خالیه، اینقدر سرده، اینقدر بیروحه، اصلا نه شادی توش هست، نه مثلا هیچی، اصلا خیلی خالی بود. بعد گفتم که ای چرا اینجوریم، یا به فکر کلامی که نوبت من بود باعث می آوردم، گفتم نه چقدر خوب شده دو هفته پیش اتفاق افتاد، من کلام نمیارم، این اصلا ندارم، یا خالیه، من هیچی رو نمیخوام از اینجا تهیه کنم بیارم، بلکه واقعا میخوام که از اون چیزی باشه که تو قلب منه. و گفتم نه دیگه، میگم به خواهر نسرین قشنگ میگم که من هیچی تو، خیلی دل سردم، دل سرد. خیلی عجیبه، مثلا دلم سرده برای که فکر کنم چه کلامی میخوام بیارم، دلم خیلی خالیه، هیچی ندارم. و همچنان خیلی هم خوشحال بودم، گفتم آخ جون اصلا دیگه مجبور نیست که فکر بکنم و اینا، به خواهر نسرین میگم. بعد خوابم بود بعد تو خواب دیدم که بلافاصله خواب دیدم که توی جمعی هستم. بعد خیلی جالب بود، میگفتم من اصلا برای خواهرام پیغام نمیارم، یعنی اصلا تو جلسه خواهر جا خوب برم حرف میزنم، ولی تو جلسه خواهران من دیگه نمیخوام پیغام، دوستم بیشتم گوش بدم، دیگرم پیغام بیارم من گوش بدم و اینا. بعد خوابم بود دیدم که خواهر نسرین اومدن جلو، من یه چاقوی خیلی بزرگ، مثلا با چاقو بزرگ نمیتونم کار بکنم، چاقوی من از سرم بخواد ببره باید خیلی کوچولو باشه، اصلا گوشتای گندم بخوام ببره باید کوچولو باید باشه، چاقوی من از این بیشتر گنده تر نباید باشه، ولی یه چاقوی بزرگ مثل قمه ها تو دستم بود. بعد اومدم به خواهر نسرین، همچه که اینو آویزون کرده بودم که خواهر نسرین من سر دلم سرده، من دل سردم و اصلا نمیخوام دیگه کلام برای خواهران بیارم، منو از لیست گروهی که بخواین کلام بیارم برای خواهران منو بیارین بیرون، جای دیگه حالا اگه باشه یه چیزی میگیم دیگه، ولی دیگه نمیخوام. بعد یه خواهر نسرین دست رو گذاشت همین سر دل من، بعد گفتش که حالا این چه آقا هم دست من همین جوری ولی میگم خیلی سنگین و بزرگ بود. بعد خواهر نسرین گفتش که این روح دل سردیه، گفتم آره دقیقاً دلم اینقدر سرد شده، گفت این روح دل سردیه، من به اقتداری که در نام مسیح دارم، من به اقتداری که در نام مسیح دارم این روح دل سردی رو نهیب میدم. بعد از خواب بلند شدم اینو گفتم که باشه خداوند، منتظرم ببینم که تو خودت چه پیغامی میذاری. و واقعاً این پیغام که دارم میدم کار خود اوه، نه برای دل پر منه، نه برای دل گرم منه، نه برای اینه که راجبش فکر کردم تصمیم گرفتم، آمین، یعنی واقعا خود روح القدس این پیغام رو، برای اینکه احساس میکنم خداوند ستونی در قلبهای ما، در افکار ما، یه جایی که خیلی مهمه در کلیسا، در بدن مسیح اون قسمت سوس شده و اگر پایه های کلیسا، پایه های ایمانداران، پایه های به خصوص کلیسامون اگر یه جاش همچین شل بشه، بقیه جا هم
درست نمیتونه بیسته. و اون این بود که در رابطه با کلام خدا، که کلیسای خداوند در رابطه با خوندن این کلام اون انگاری که اون اهمیت لازم رو نمیده. و خداوند همینطور تو قلبم میذاشت که واقعا بپرسیم از هم دیگه، یعنی هر کدوم راجعش فکر کنیم، این کتاب تو زندگی ما چه جایگاهی داره؟ آیا تو تاخچه است؟ آیا رو میز ناهارخوریه؟ آیا اصلا باز میشه؟ آیا وقتی بهش نگاه کرده میشه چجوری نگاه میکنیم؟ همجوری باز میکنیم یه مزامیر گهگاهی بیاد که آخ دلم گرفته مثلا ببینم یه مزامیر بخونم، انتخاب کنم ببینم که تو مزامیر مثلا چی میگیه؟ آیا این کلام رو داریم برای جاهایی که استفاده بکنیم حرف دلمونو بزنیم، از توش بگردیم دنبال یه آیه‌ای که ببینیم حرف دلمونو چطوری میتونیم با کلام خدا بزنیم که نه محکوم بشیم نه مورد سوال قرار بگیریم؟ و احساس میکردم که خود خداوند در این قسمت در مورد کلیسای آلفا و اومگا، با جای دیگه کاری ندارم، هرچند که واقعا دنیا در این قسمت بسیار 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 ضعیف شده. کتابی که در اصل این خود خداست، میگه کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. خب این کلمه اینه دیگه، تمام کلماتی که توی اینه تمامش. اگر ما نصفشو داشته باشیم خدای ناقص تو زندگیمونه، خدای نصف است. کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. و ما این کلمه رو که خود خداست، چون یک روز واقعا دلم می‌خواست که بر من دعا بکنه، گفتم خداوند اینا رو به کی برم؟ کسی ندارم بر من دعا کنی، اصلا برم اصلا وقت داشته باشه برای من گوش بده که دعا بکنه. باورتون نمیشه، اینو واقعا از آسمان شنیدم که بابا من که تو خونم که. گفتم دلم خواهد یه دستی چیزی مثلا بذاره. دیدی آدم دوستایی که دست بذاره براش دعا کنه، یا مثلا در آغوش بگیره دعا بکنه؟ و یا وقتی اینو نگاه کردم، اینو اینجوری کردم، گذاشتم رو سرم و شروع کردم برای خودم بهش گفتم، میرم شدیدم این داره مثلا برای من دعا میکنه. یعنی اینقدر این زنده اونجا چیز شد که این آشکار شد، واضح شد که من خودم اونجا هم. ولی به تنها کسی که تو خونه ها توجه نمیشه، نگاه کرده نمیشه، منم. من تو خونه هم ولی هیچ کی با من حرف نمیزنه. مثل این که انقدر ثروتمندین، چون تمام این ارث ماست دیگه، هرچی که این توه ارث ماست دیگه، ولی مثل گداها زندگی میکنی. پول داری تو خونه ولی مثل گداها زندگی میکنی. 5 سال ایمان داری، 6 سال ایمان داری، 7 سال ایمان داری. خنده دارتر از همه اینه که طرف میاد توبه میکنه، ایمان میاره، حداقل به خاطر کیسش هم که شده باشه باید برین اصلا حفظ کنه، چون کلی پول قاچاقچی داده، کلی از کوه و دشت و دمن رد شده، کلی بلاها سرش اومده. ولی وقتی که میره شب قبلش به من زنگ میزنه میگه خواهر مریم کجا نمیشه و اینه باکره ها میده خواهد شد. میگم ای تو چند سال اومدی؟ میگه 2 ساله. میگم بابا من سر خدا رم با این میتونستم کلا بذارم. من چون تو داری میری این کیسته، چطور وقت نداشتی بخونی؟ آخه کار میکنم. گفتم به من چه تو کار میکنی؟ یعنی واقعا ناراحت شدم. گفتم تو اومدی اینجا کار بکنی بعد من شب بشینم تا 2 نصف شب پروتستان رو بگم، کاتولیک رو بگم، اینو بگم، اونو بگم، سوال میکنی فلان، که البته خدا رو شو مثلا هر وقت چیز میکنم میگم حق جا میری، میگم برو از معلمت بپرس. بارها مثلا درگی از من سوال کرده، گفتم برو از معلمت بپرس، تو الان داره الهیات میری، معلم الهیات داره، اگه سوال داری برو ازش بپرس مادر، چون در رابطه با درسته، در رابطه با این نیست. نه و این خیلی برای خدا دردناکه که
سالها ایمان آورده باشیم دنبال کسی داریم میریم کسا نمیشناس باشه. درست مثل ازدواجایی که میشیم نمیشناسیم میریم ازدواج میکنیم بعد چقدر مصیبت سرمون میاد. ما شامل جسم و جان روحیم. در موعظه ها، در شنیدن کلام، احساسات ما لمس میشه، احساس ما تحریک میشه، احساس ما به وجد میاد. ولی همین که احساس ما در شنیدن با کلام خدا لمس شده، حالا باید روان ما هم سیر بشه، افکار ما هم سیر بشه، اراده ما هم سیر بشه. چون میگه جان ما، روان ما شامل احساسات ماست، شامل تصمیم گیری های ماست. اگر این از تصمیم، اگر این احساس به فکر ما نره، جون نگیره. قبلا تو هر دینی که بودیم میگفتیم ما ارشه ننه باهوه همو داریم. اگر امشب در حضور خدا بریم، هر کدوم از ما ممکنه امشب بریم، از ما سوال بکنه تو پیرو به کی بودی؟ مثلا در فلان جا فلان تاریخ فلان چیزو به تو گفته بودم، چرا نفهمیدی؟ تو چقدر منو میشناسی؟ چقدر سعی کردی بشناسی؟ من اصلا تو رو برای یه چیزی خوانده بودم، ولی تو برای خود که به اون خواندگیت برسی باید میفهمیدی که چجوری پس بری به اون خواندگی برسی. تو اصلا کاری برای من نکردی. آیا کلیسا مهمتره یا کلام؟ آیا خدمت مهمتره یا کلام؟ آیا الهیات خوندن مهمتره یا کلام؟ چه چیزهایی تو زندگی ما جای خود کلام رو گرفته؟ درسته که علم خیلی پیشرفت کرده، مردم میشنن گوش میدن. من خدا رو شکر میکنم تو کلیسایی به دنیا اومدم که وقتی موعظه رو میکردم مینوشتم، بعد میرفتم ببینم که آیا واعظ داره اینا که میگه درست میگه یا نمیگه. من کجا بدونم؟ چون ملای محلمونم وقتی که از کلام میگفت و قرآن میگفت من گوش میکردم، ولی من از کجا بدونم که این آقایی که داره بالا حرف میزنه، نکنه یه وقت چشام باز کنم ببینم دارم همون کاری میکنم که ملای کرده بود. هر چی میگو من باور میکردم، پابنده را میرفتم عشرا تا صورت و خیابون سه روز بر اساس موعظه‌ای که میشنیدم میکردم. به کل نبودم که امروز چی؟ و این اصلا یاد داده بودم که تو مینویسی برو تو خونه بخون. اون موقع نمیفهمیدم، اونجا احساس من احساساتی میشم، کلام رو گوش میدم احساس من سیر میشه. ولی من سه بود دارم، من روحم و روانم هم باید سیر بشه که کم نیارم. بعد میگم ای اینقدر تو کلیسا پر بودم، اینقدر تو جلسه خواهران لمس شدم، وقتی رسیدم خونه گاه نشتی دارم. پس چرا هیچی نیست؟ آی هفته دیگه هم برم یک شنبه یا پنج شنبه یه خورده بنزین بزنم، ولی در طی هفته هیچی از اون چیزهایی که یاد گرفتم ندارم به مردم بدم. ما وقتی وارد آلمان میاییم، آلمان که میشیم، رنگ سطر آشغالی ها رو میدونیم از قبل. من تازه اومده بودم یه بچه‌ای به من گفت خواهر مریم شما اگه پول برقتون زیاده بشه ناخ سالون به تو میدن. گفتم چند وقت اومدی؟ گفت دو ماه. گفتم تو از کجا میدونی؟ گفت ما تو ایران همه اینا رو خوندیم، ما همه اطلاعاتی که آلمان چی داره چی نداره همه رو میدونیم. اومدیم چشم بسته که نیومدیم که. و خیلی جالب، اطلاعات خیلی بیشتر از من بود. ما یه چیزی که میخریم توش چی گذاشته؟ بروشور، درسته؟ قرص گذاشته. اگر نخونیم و اون قرص رو بخونیم چی میشه؟ مثلا اگر فشار خون داشته باشیم نوشته باشه که شما اگر فشار خون داری قرص رو نخوریم صدمه میخوریم دیگه، درسته؟ اگر یه دستگاه میخریم به اون چیزایی که داخلش هست وقتی توجه نکنیم یه همه بیره رو برق میزنیم که قدرتش بالا دستگاه میسوزه. باور کنید اینش ماییم. یه جا ایمان داری ولی سوختیم. میگه شیطان نیست ایمان دارد، عیسی خداوند است.
حتی تمام کلام رو از حفظه، ولی با کلام که زندگی نمی کنه که. ما بعض وقتا میشنیم که کلام خدا زندگی های ما رو عوض میکنه. راست میگه. ما وقتی خودمون کلام رو نخونیم، وقتی میشنویم زندگی هامون عوض میشه، ولی قرار نیست زندگی های ما عوض بشه. قراره خودمون بخوریم کلام خدا قلب های ما رو تبدیل کنه، شخصیت های ما رو تبدیل کنه، زندگی ما رو عوض کنه، نه زندگی های ما رو. کلام رو میخونیم، میشنویم، با اون کلام یه حرکتی میکنیم، یه تصمیمی میگیریم. آه کلام رو خوندم، انقدر از محبت گفت، گفتم یه خواهری رو بردارم ببرم، براش لباس بخرم، براش کفش بخرم، براش اینو بکنم، براش اون رو بکنم، یا بگم ای چشم تو بگیره، این همه خرجت کردم. گفتم شاید ایمان بیاری، نه تنها ایمان که نیاوردی، بلکه رفتی چهار تا هم حرف پشت سر ما زدی، چون زندگیمون رو لحظه عوض شده. ولی وقتی که میشینیم خودمون میخونیم، از احساس به فکرمون میره، از فکر به روحمون میره و این کلام در ما جا میگیره. وقتی دور هم میشینیم چی داریم برای هم دیگه بگیم؟ اگه کلام نخونیم، شما خیلی راحت، خیلی راحت با افرادی که مهمون بازی میکنید در تماس هستید، خیلی راحت میتونید بفهمید این اصلا کلام رو میخونه یا نمیخونه، این دنبال مسیحه یا دنبال نون و ماهی مسیحه. اگر دنبال نون و ماهی مسیح باشه، تو خونه تو هم برای نون و ماهیت میاد. چون چیزی برای گفتن نداره. ما اگه کلام رو نخونیم، چه چیزی وقتی دور هم هستیم داریم که راجبش صحبت بکنیم؟ ما یه بردرسه بود یا چاشتیم که هر وقت میدیم در میرفتیم، تا میرسید میگفت دختر از کلام چه داری؟ اگر مال دیروز بود میگفت این که مال دیروز است. امروز چی داری؟ امروز چی داری؟ ما چه کاری واجب تر از این داریم؟ ما چطور میتونیم مسیر رو پیدا بکنیم که نمیشناسیم؟ حالا اول سال ما میگیم انقدر با تعمق میخونیم، اینجوری سر یه آیه گیر میکنیم که خب یه کتاب یه سال طول کشیده. همه کارم میکنن و لیست میذارن، برنامه میذارن، شنبه اینو بخون، دوشنبه اینا رو بخون، سه شنبه اینا رو بخون، میبینی سه سال طول کشیده همه تو لیست هم نرفتی. و این خیلی مشکل بزرگیه. کلیسایی که اعضاش کلام رو نخونن و تعمق نکنن و خودشون از اون کلام اون برداشت لازم رو نکنن، اون کلیسا بیمار خواهد بود، در اون قدرت نخواهد بود، شفا نخواهد بود، آزادی نخواهد بود، تبدیل نخواهد بود. اون چی هم شده؟ احساسات مردم تبدیل شده. چرا؟ برای که تا سختی میاد میدو از سراغ منبع کلام. خواهن نفسی میشه من روان درمانی کنی؟ ببخشیدا، چون منبع میشه دیگه. خب شبانم خسته میشن زیادی از آنچه که خوندن و درک کردن و آمپول به ما بزنن دیگه، یواش یواش به جای که همکاران با خدا و با شبانان باشیم، بار برای اونها میشیم. چون اون مجبوره، شبانه. یه وقتی هم شاید واقعا با درد به ما برسن که خسته شدم دیگه، بابا این دو آیه نوشته دیگه، برو اونو بخون، همونو انجام بده دیگه، برو شکرگزاری کن دیگه، برو مثلا بگو خب خدا من پرستش کنستم، بگو بر خلاف جریان آب میخوام مثلا حرکت کنم، کلام اینو گفته. چرا از کلیساهای امروز به خصوص ایرانی ها، چرا تو کلیسای ایرانی 50 تا میرن دوباره میرن، 50 تا دیگه میان، در عرض 27 سال باید مثلا به هزاران برسن دیگه؟ چرا پس کلیساهای آمریکایی به 1000 تا 2000 تا میرسن؟ برای که اونها اصلا سر ساعت میرن تو آفیسشون. من 10 سال با آمریکایی کانادایی کار کردم، با آمریکایی کار کردم، سر ساعت 9 میرن سر ساعت 4 تعطیل. تلفن تو ببند خانم، حق نداری تو خونه جواب بدی، حق ندارن، واقعا حق ندارن، برو الان نوبت خانواده و بچته. ولی خودشون میرن میخونن، خودشون میرن کلام رو تفحص میکنن، وقتی میرسن برداشت هاشون از کلام خدا میگن.
ما وقتی که شبان برای ما میگذاشتن شبانای زیاد داشتیم، هفته یه بار میمد با ملاقات من، تا میخواست حرف بزنه من میگفتم وای بردر جانسون دیشب داشتم، وای آخریش گفت ببین ما دیگه نمیای، برای که ما میایم ببینیم تو سوالی از کلام داری مثل جاشو نمیفهمی، خدا رو شکر تو داری خودت میخونی میری جلو، که تشویق به خوندنه. خداوند میخواد کلیسای آلفا و اومگا رو تشویق کنه. اینی که یادتون رفته گهگاهی باز میکنی مهم جلوه. ما خیلی بی سوادیم راست بخواییم، خیلی بی سوادیم در مورد کلام خدا. میگه چرا نمیتونی بشارت بدیم؟ آره چیزی نداریم بدیم که من که نمیتونم بریم مظاهر رو به مردم بدم، شعر رو به مردم بدم که چیزی قشنگی داره، که باید مطلب رو بگم. تازه کلام خدا فقط اون نیستش که واعظین برداشت میکنن میدن، یه کلام خدا انقدر وسیعه، انقدر چیزهای مختلف توش داره که یه گوشش رو یه شبان میگه، یه گوشش رو یکی دیگه میاد یه جور دیگه میگه، یه طرفش رو میاد یه جور دیگه میگه. و خداوند دوست داره که ما تعمق کنیم، همش نشنویم که مثلا راجع به یک زن سامری یک دیدگاه هست و هی تمام عمرمون این رفت سر 4 ساعت 12 رفت، بعد مسیح رفت. خب این چه رفتی به تو داره؟ شاید خداوند اونجا میخواد بگه ببین دعوت تو، من دعوتم اینه، من دعوتم برای آدمای سرچاهیه، من دعوتم اینه که نفری ملاقات کنم، خواهر نسلیم بالای منبر با 100 تا قلب شاید ملاقات بکنه با کلامش وقتی پیغام انجیل رو میرسونه، نه؟ ولی دعوت من این نیست، دعوت من اینه که تکی برم با یه نفر صحبت بکنم، او بلند میشه، یکی دیگر یه خدا سر راه من قرار میده، تکی تکیه. شاید خواهرم تو هم مثل خداوند میخواد بگه دعوت تو اینه. حالا داستان زن سامری یه طرف، ولی شاید دعوت تو وقتی که میخونی میگه ای دعوت تو هم اینجوری ها، تو باید افراد رو سر راه تو قرار میدم، ملاقات کن، تنهایی ملاقات کن، تنهایی باشون کار کن، بده دست کلیسا دیگه بقیهش برداره ببره. وقتی که از ما سوال میکنن بعضی جاها نمیتونیم جواب بدیم، نه تنها نه نمیخونیم بلکه تعمق. آیا واقعا داستان همونیه که میخونیم؟ مگه نمیگه از آنچه که مخفی شما را مخبر خواهم ساخت؟ مگه خدا خدای تازگی ها نیست؟ اگر ماجرا همش همون باشه که دیگه کهنه میشه، که دیگه ماجرا کهنه میشه دیگه اصلا. ولی میبینیم که نه، خدا پشت این داستان ها داستان‌های دیگه ای داره، چون که نسل تازه اومده. میگه چی؟ پارچه کهنه رو به شلوار تازه خداوند نمیزنه، نسل جدیدت میشه، خداوند به یکی دیگه مکاشفه دیگه میده، خداوند چیزهای تازه از کلام میده. خود من بعد از سالها چیزهایی رو واقعا تو کلام میبینم، میگم ای من چطور به این کلام اینجوری نگاه نکردم. چقدر جالب میشه از یک داستان داستانهای دیگه بیرون بیاد. ما اگر این کلام رو نخونیم و از طریق این کلام بر دنیا اعلام نکنیم، مجبوریم اخبار زیاد گوش بکنیم. متاسفانه یهو به افراد که برمیخوری میبینی اخباری که از رادیو تلویزیون دارن و رو کشورشون رو آدم ها اعلام میکنن و تو هر کشوری هم که میرن اعلام میکنن، خیلی بیشتر از اون اعلاناتی که کلام خدا به ما میگه، خیلی بیشتر از وعده هایی که کلام خدا به ما میگه. میگه به هر کجا که میرید اونجا رو برکت بدید، من این اقتدار رو به شما دادم، تو هر کشوری، تو هر خاکی، تو هر سرزمینی که میرید اونجا رو برکت بدید. به فرزندانش میگه. بعد یه امیرم از ایماندارا میشنوی آه قرار بیمه اینجوری کنه، بعد قرار آباسم به اینجوری کنه، یک نبوتهایی میکنه که همش از شیطانه. چطور میتونم تو من برو برکت بده؟ اخبارها رو از کجا میشنوم اعلام میکنم؟ یا چشمم باز میکنم اینم تو سرزمینی که دارم زندگی میکنم اعلاناتی میکنم که از خدا نیست، حتی اگر شنیده باشم یه اتفاقی در این جایی که دارم زندگی میکنم قراره بیفته. کلام به من چی میگه؟ میگه با وعده هایی که تو این کلام دادم تصمیم رو عوض کن، تصمیم اون کشور رو عوض کن. حالا کشور خودمون که چی نشستیم اینجا میگیم دست شیطانه، دست فلانه، دست بساره، در حالی که در اشعیا میگه، اشعیا وقتی خدا رو ملاقات میکنه چی میگه؟ همون که فرشته ها گرفته بودن فریاد میزنه،
میگه که اعلان میکنه، فرشته اعلان میکنه، ای یشعیا، خدا حاکم بر کل جهانه. تو چی داری میگی؟ تو قبلش اعلان کرده بود دیگه، بیچارگیه، بدبختیه، ویرانیه، دارن نابود میکنن، دارن آباد میکنن، که وقتی فرشته ها از دید فرشته ها، اشعیا از دید فرشته ها دید که خداوند بر کل جهان حاکمه، گفت ناپاک لبم. چقدر ماها ناپاک لبیم، اعلانات که از لبهامو میکنیم آیا مطابق اونی که کلام خدا میگه یا اون اخبارایی که میشنویم از دهن مردم؟ چون در دهان ما قدرت است، در دهان ما قدرت است. چیزایی که برای هم دیگه میفرستیم، مصیبتای کشورمونه یا کلام خداست که ای ایرانیا دلتون مضطرب نشه، خدا بر کل جهان حاکمه. کلام خدا میگه دل پادشاهان و رؤسای قوم مثل نهر در دستای خدا جاری است. مهم نیست که در چه وضعیتیه، چه ایمان داره چه نداره، خدا حاکم بر کل جهانه. چون کلام خدا میگه یک کلمه دل پادشاهان و رؤسای قوم مثل نهر در دستای خدا جاریه. وقتی شما اینو رو کشور خودمون ایران اعلام میکنی، دیگه شیطان باشه در میره. آخ سیاهی بر ایران داره حاکمه، آخ تو شیطان بر ایران حاکمه، آی تمام این تمام اینا برن، چی برن؟ مگه نمیگه برای رؤسای قوم دعا کنید، دعای خیر و برکت بکنید؟ مگه نمیگه اون چیزی که خدا میبینه اعلام بکنید؟ اصلا نمیخواد اون بدا رو اعلام بکنید. کلام میگه، من که نمیگم بخونید، خود کلام میگه. دهان ما اگر از کلام ما، فکر ما پر باشه، فکرهای ما خالی از کلامه. از خود من گرفته، ببخشید خیلی آمون، این چیزی که خداوند بیارم، من این فکرهای مردم رو نمیتونم ببینم که، ولی میتونیم وقتی که تماس داریم ببینیم کله ما از چی پره، تو مغز ما از چی پره، تفکرات ما از چی پره، خالیه. اگرم یه وقتی سراغش میریم برای تسلی خودمونه، همچنین دلمون خوش باشه، مراسم مذهبی رو انجام دادیم، امروز خوری کلام خوندیم، اینا خوندیم، خب پچرا عوض نمیشه چیزی؟ چون زندگی هامون عوض میشه، خودم تبدیل نمیشم، چون با حالت داستان آیا میخونم یا یه کلامی داشته باشم یا حالا اگه وقت کردم یا قرص خواباوره. خیلی جالبه برای فهمیدم هر خوابم نیه برای قرار بایم کلامو میگیرم همچین دو خط خوندم خواب، وای یه خوابی میرم به قرص چیه؟ خوابت نیه برای کلام بخون، تو کلام بخونی خوابت میبره. میگم فقط موقع خواب بخون. میگه آره یه تو کلام بخونم خواب میبره. یه واقعیتیه ها، اینا خداوند میخواد، خداوند خدای بنا کننده است، اینا رو برای کوبیدن نمیگه ها، خداوند داره بلند میکنه، بلند میکنه کلیساشو، میخواد بلند بکنه. وقتی به کلیسا آلفا نگاه میکنه، یهو نگاه میکنه میگه آی اینا دلالا رو از کلیساتون دور کنید، دلالای فروش گواهینامه، دلالای نمیدونم فروش خونه، دلالایی که این بیچارا رو نصفشون رو دزد کردن، دور کنید، از خونه هاتون دور بکنید، از کلیساتون دور بکنید، حواستون جمع باشه. و هر دفعه که میاد یه چیزی میگه، خداوند برای تقدیس، برای تمیز کردن، چون بر کلیساش نظر داره و ما باید با اونا همکاری بکنیم. خدا خدمت ما رو نمیخواد، چون اگر کلام خدا رو اونطوری که هست نفهمیم، خدمت ما مضر خواهد بود. میدونی چرا؟ برو بابا من دیدم تو کلیسا داره خدمت میکنه، ببخش خیلی معذرت میخوام، انتظاماته؟ تو خیابون بی ببین، تو خیابون که ازش پرسیدم خیلی معذرت میخوام، اینا ببخشید و شنیدم سگ انگار بستن، همچی یارو به من پرید، نمیدونم فلان. چرا رفتار منو میبینه؟ زندگیم تو کلیسا عوض شده است، روز پنجشنبه هم عوض شده است، تو زندگی اونجا عوض شده که مطابق مثل اختاپوس که روی رنگ میگیره، نه؟ ولی خودم عوض نشدم. علتش چیه؟ کلام رو نمیخونم. 5 سال 6 سال ایمان آوردم، ولی کتاب مقدس رو 7 سال ایمان آوردم، 10 سال ایمان آوردم، 3 سال ایمان آوردم، ولی هنوز نمیدونم صفنیا کیه. میگم چند سال ایمان آوردی؟ نه حبقو گفتم
هبهو چیه؟ تا هبهو چند سال دوان کنم چند سال این منو بردی؟ گوه تو هفت سال هشت سالی هست بگید تو واقعا نمیدونی هبهو چقدر دقیقا لیست داره یفت کن علاقی نفرم گفت و این خیلی دردناکه چون که اگر از ما سوال بکنن و ما نتونیم جواب درست بهشون بدیم ما مجبور نیستیم یه کاری بکنیم لغزش بخوره طرف لغزش میخوره میره میگه دنبال کسی هستی بابا مسیحیت دیدم اینه مسلمانیته مسلمان هم بوده قرآن نمیخون دیگه مسیحیت دیدم اینقدر اطلاع داری که از قرآن داشتی خادمی میگفت قبلا مسجد میرفتی حالا کلیسا میایی قبلا نماز میخوندی حالا سرود میخونی قبلا چپ و راست غسل میگردی حالا یه بار غسل میکنی خیلی خود راحت میکنی واقعا اینه؟ آره واقعا هستی اگر جلسات بیان میگه هر که بیشتر بدونه بیشتر ازش میخوام نه؟ بیشتر میخوام اگه جلسات میان ولی چه اتفاقی نمیفته من فکر میکنم به جای جلسه بشیم تو خونه کلام بخونیم بهتره به جای کلیسا بشیم تو خونه کلام بخونیم بهتره اگه وقت نمی کنیم کلام بخونیم فقط وقت میکنیم گوش بدیم صدمه خواهد زد بنا نخواهد کرد ولی اگه کلام رو بخونیم و اون چیزی که هست که بفهمیم هم مغزمون خیلی چیزا داره به مردم بدیم هم چیزهای تازه داریم هم چیزای بنا کننده داریم یه نفر از من پرسید میخوام یه کوچولوشو فقط داستانی که از کتاب مقدس میگم با یه دید دیگه میگم چه سکه درو داره نه با یه چهره دیگه میگم این فقط شما رو مشتاق بکنه که باور کنید کلام خسته کننده نیست اینقدر داستانهای زیبا توش داره من اینکه کتابم خجالت میکشم بیارم اون آب چیز خیکی شده مثل خودم پایین باینش بالا اینقدر توش نوشتم که از هیچ کی میگه تو این پشت این چی میگم هیچ اینا که فهمیدم مثلا توش نوشتم یه نفر صحبت میکنم بشارت میدادم خب ما کجا بدونیم که یوسف دست نزده به مریم شما مگه هنری عقد کرده بوده عقد کرده اجازه داشتن دیگه نه نامزد بود اجازه داشتن که با هم تماس هم داشته باشن حالا اگه با هم زندگی هم نکرد عقد کرده بودن مثل همون مسلمان که عقد میکردن گوه خانم چی میگی میگه نامزدش بود شما رو چه حسابی میگی که یوسف بهش دست نزده این باکره بوده گفتم خب کلام داره اونجوری میگه خب میگه خب بگه میگه مریم هم خب میگه میندازه گردن روح القدس ولی چه چیزی داری واقعا ثابت بکنی این مسئله منو وادار کرد که دوباره بخونم باورتون نمیشه آره اگر تو ندونی اصلا این کلامو باطل میکنی بعضی وقتا میگم تو خواست حرف نزن اگه نمیدونی حرف نزن اصلا حرف نزن مسیح حرف نزن ولش کن توی وقت ازت یه سوالی میکنه و تو هم با یه ادعایی رفتی جلو دیگه حداقل برای ادعایی که هستی بخون در انجیل لوقا راجع به تولد مسیح میگه میگه چی؟ میگه وقتی که خبر داد به فرشته خبر داد به مریم گفت چی؟ گفت الیزابت هم حامل است درسته؟ بعد گفت چند وقتشه؟ گفت 6 ماهشه بخوایی بخونم از روش؟ وقت داریم نه؟ در دقیقه وقت داریم ببینید چقدر زیبا از یه کلامی که شما با تعمق میخونید و بسیار ساده چقدر اونجا مطالب میتونه بیارید میگه اینک باب 1:36 میگه و اینک الیسابات از خیشان تو نیز در پیری به پسری حامله شده و این ماه ششم است مرو را که نازاد می‌خواندند زیرا نزد خدا هیچ امری محال نیست مریم گفت اینا کنیز خداوندم مرا بر حسب سخن تو واقع شود پس فرشته از نزد او رفت یک اگر مر شما یه فرشته زاهر بشه چیکار می‌کنی با اینکه ایمان دارید این همه فرشته که کتاب مقدس این سکته می‌کنید عیسی مسیح اصلا بیاد تو اتاق سکته می‌کنید که واقع یه سایه دیدم نمی‌دونم یه فرشته دیدم مریم خیلی عادی وای میسته یکی از دلایلی که خداوند مریم رو انتخاب کرد برای کار عظیم خودش این بود که مریم کلام خدا رو خوب میدونست چرا؟ مگه نمیخوندن هر هفته؟ میگفت اینک باکره حامله خواهد زاید پسری خواهد زایید
من حلوه خانه وقتی برای من از زمانهای آخر میگفت میگفتم آی مامان کاش مثلا وقتی امام زمان میاد اون زنه که میگی من باشم همش دعا میکنم. خیلی داستان از امام زمان هستم که من همش آرزومون زنه رو میکردم که چمدم امام زمان کمک میکنه و فلان. تصور کنید مریم وقتی کلام رو گوش میکرده در دل خدا آرزو میکرده ای خداوند میشه این باکر من باشم، چقدر خوب میشه این باکر من باشم که حامله بشه و پسری بزاد. وای مطمئنن بوده، چون خدا نمیره سراغ کسی که کلام رو نمیدونه، چون سکته میکنه بعدم در میره میگه شیطان بود اصلا برش چی بود، شیطان بود اومد. وای قلبم ریخ، یه نفر یه اومد و گفت تو حامله خواهی شد، گفتم برو فلان فلان شدی چیزی کشیده روش اومده خدا حالا یه بلایی سر من بیاره. نه میترسه دیگه. حالا ما این همه خوندیم اگر یه صدایی تو خونه بیاد پامشیم نهیب میدیم، چرا صدای پای خدا باشه؟ یه سایه میبینیم میگیم شیطان، نه شاید سایه قادر مطلق باشه. نه مزمور 91 شاید اون سایه باشه، مگه هر سایه سایه شیطانه؟ چرا این کلامو نمیدونیم؟ چون مریم کلام رو میدونست پذیرفت، چون مریم آرزو میکرد یک روز اون زن باشه پذیرفت. امروز من و شما اگه کلام نخونیم چه آرزویی داریم؟ اگه نخونیم یا آرزوی خونه داریم، یا آرزوی مثلا آفتابه طلا داریم، یا نمیدونم ما آرزوی ماشین داریم، یا آرزوی هزار تا چیز دیگه میکنیم دیگه، درست یا نه؟ درست یا نه؟ چون که آرزوهای ما میشه خارج از کلام. مریم آرزو میکرد ای کاش حامله بشه همون باکره باشه. آرزوهای کلیسای آلفا و امگا خواهرا، آرزوی تک تک ما واقعا چیه؟ این همه توش مطلبه، کدومه که آرزوی ماست؟ حالا اون آرزو کرده بود که حامله بشه، ما آرزو داریم چی بشیم؟ واقعا چی داریم؟ ما آرزو داریم مطابق این کلامی که میشنویم بالای منبر پایین منبر تلویزیون تو راه جاده، آرزو داریم چی بشیم؟ چون آرزو کرده بود خدا سراغ او رفت، چون میدونست بیپذیره و مریم پذیرفت. میگه در آن روزها مریم برخاست بلافاصله و به بلدی از کوهستان یهودیه بشتافت. پس الیزابت 6 ماهشه، مریم خانم همون شب حامله میشه، را میفته میرسه پیش کی؟ الیزابت. اونجا نبود که گردن یوسف بیفته. آیا میتونیم این جوابو به مردمی که یوسف رو مقصر میدونن بدی؟ مریم که نبود. خب مریم میره تا برسه اونجا، حدودا مریم حالا بعضیا میگن 2 ماه طول میکشیده تا بره، مثل الان که نبوده با اسب و الاغ و نمیدونم این چیزا. وقتی میرسه اونجا چیز حدود 2 ماه یا 3 ماهش بوده. الیزابت چند ماهش بوده؟ 6 ماه. 3 ماه دیگه میمونه خانم زایمان میکنه، 40 روزم از اون طرف. خانم وقتی که از پی الیزابت برمیگرده یوسف میره شکم سخت ببخشی شکم به خانم اومده بالا. ای نبوده 9 ماه پیش شوهرش که حالا بگیم 8 ماه نبوده، بلا فاصله میره اون 6 ماهه بوده، 3 ماه پیشش میبونه. و قانون یهود این بوده که وقتی زایمان میکنه چه کار بکنه؟ بمونه اون 40 روزم بگذره بعد برگرده بیاد. خانم تا برمیگرده رفت و برگشت و اونجا مونده، حالا بگیم 8 ماهش بوده. وقتی یوسف میبینه که این چجوری رفته با شکم بالا حالا برگشته، خب میگه در جا سنگسارش میکنم، در جا طلاقش میدم. خب من نبودم این کاری میکردم، من چی بودم؟ چرا میخواست طلاقش؟ مگه مرد خدا نبود؟ خب نامزدش بود و فلان. خب این باید میدونست حتما، خب توی این 9 ماه حتما مریم بهش گفته بوده که دیشب مثلا روح القدس اومدی همچی اتفاقی افتاد. نه، خدا برای انجام نقشه خودش از محیط او رو دور کرد و زمانی که برگشت یوسف او رو دید، دید حامله برگشته، 100% گفت این یا تو راه یا اونجا یه دستگل باب داده، کار من که نیست. گفت بلا فاصله طلاقش میدم، که همون شب خداوند به داده او رسید. این حالا یه داستان کوچولو از مریمه. آیا تا به حال به داستان اینجوری نگاه کرده بودی؟ ببینید خداوند چه چیزهایی برای ما میخواد باز بکنه. از یک داستانی که سالهای زیاد میشنیم، این اگه باکره حامله خواهد شد، وقتی 2 دقیقه میشینیم میگه خداوند میشه منو ببری تو اون صحنه. یکی از چیزهایی که خدا دلش به درد میاد، شما مثلا بچه داشته باشین خونه، یکی رو دوست دارین مثلا تو خونه ولی با شما حرف نمیزنه،
چقدر دردناکه. البته من که زیاد مشکل با این مسئله ندارم، ساکت تو خونه چیز ندارم که یکم مثلا بگم حتما یکی بشینه با من حرف بزنه، چون خودم واقعا حرف میزنم عمو نمیدم اصلا. ولی به هر حال میگه حرف بزنه. خب وقتی من نخونم از خدا چه سوالی بکنم؟ حرف نمیزنم که باهاش، درسته؟ ولی وقتی بهش میگم خدا من میشه بگی آخه بس یوسف کجا بود، این کجا بود، میشه نشون بدی آخه چطور شد که یوسف میخواست اینو ولش کنه یا سنگسارش بکنه یا نمیدونم فلان بشه. ولی داستان خیلی ساده است، چه پیچیده نیست. و همونجا خداوند برای ما خیلی داستان ها تو کلام خدا هست که اینقدر ساده است، اینقدر ساده خداوند باز میکنه. و وقتی بشارت میدی، وقتی یه نفر بگه نه بابا یوسف خودشه، در گردن روح القدس میندازن. چون نقطه مشکل خیلی از مردم همینه، خیلی از مردم نمیخوان این قسمت رو بپذیرن، ولی میتونیم براشون تعریف بکنیم. بیایید واقعا کلام خدا رو، اگر مسیح رو دوست داریم، ما اگه کلام رو نمیخونیم دروغ میگیم. ببخشید اینجوری میگم، ما کلام میگه در انجیل یوحنا باب 14 آیه 21 میگه چی؟ حالا آیه 15 میگه اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگه دارید. درسته؟ وقتی که من اینو نخوندم من کجا بدونم احکام چیه؟ وقتی قانون آلمان رو ندارم من کجا بدونم باید اومدم اینجا کجا برم پول بگیرم، کجا برم دکتر، کجا برم اینو بگیرم، کجا برم اونو بگیرم؟ درسته؟ مگه همه رو بلد باشم؟ اگر احکام اینو نمیدونم، وعده های اینو نمیدونم، خواسته های او رو نمیدونم، اراده او رو نمیدونم، چرا به دروغ دعا میکنم گفت خداوند اراده تو کرده بشه؟ اگه ارادش کرده بشه منم که ارادش رو نمیشناسم، کجا به اراده خدا کرده شد؟ ارادش کجاست؟ اینجاست دیگه، درسته؟ احکامش کجاست؟ اینجاست. زمانی که من کلام رو همه رو نمیدونم، ما همه این کلام رو باید بدونیم، باید بدونیم، چون این خود خداست. شما نمیتونی پیرو به کسی باشی که همه قسمتش رو ندونی. او خودش رو در اختیار ما گذاشته، حتی به شکل انسان شد، پاشد اومد با ما را رفت، با ما شام خود، که ما رو کاملا اینقدر براش مهمه. او به شکل انسان شد تا من با چشای خودم حداقل ببینم و او رو بشناسم. برای همین با درد میگه بابا این کلام رو خوندید مرا نشناختید، حداقل اعمال من رو ببینید و بدونید که من کی هستم. امروز خداوند میگه اعمال منو میبینید، شفاها رو میبینید، حداقل کلام منو بخونید ببینید آیا من همون هستم. دوباره در آیه 21 میگه هر که احکام مرا دارد و آنها را حفظ کند آن است که مرا محبت میکنه. ای خدا من به تمامی دلم تو رو محبت میکنم. دروغه. دعاهای ما هم بعضی وقتا دروغه. شما احکام رو نمیدونیم، اراده رو نمیدونیم. ببخشید اینجوری چیزا حالته، یعنی این واقعا به غیرت بیاییم. خدا میخواد ما به غیرت بیاییم. خواست تو بشود، خواست او میشود، شروع میکنی به ناله کردن. چرا؟ چون خواستش رو نمیدونیم. بعد برای این که تازه میگه چی گناه به سر شده گناه میزاید، برای این که دل خودمون رو خوش کنیم چهار تا چیز مثبت بگیم، بگیم خواست خدا بود، این اتفاق برای من افتاد دیگه، میدونه اراده او بود دیگه، اراده هر چی بشه. بعد برمیگرده میگه چی اراده من بود؟ بی خودی چرا چرت و پرت میگه؟ کجا من گفتم اینم چیکار برات میخوام کنم؟ چون نمیدونم که بدونم آیا اراده او هست یا نه. احساس من که لمس شده میگه اراده او بود، ولی مغزم خالیه که تطبیق بکنم با کلام خدا ببینم آیا اراده خدا بوده. من خیلی تو زندگی اینو تجربه کردم، خیلی. مزمور 139 میگه هر جا بری با تو هستم. خیلی جاها رفتم خدا با من بوده، در تاریکی تنهام نگذاشته، ولی آیا اراده خدا بوده؟ بچه‌شم میرم واقعا و خدا میپرسه میگه واقعا منم اراده من بود همه اینو؟ میگم نه این نبود، اون نبود، اون نبود، این بود. با چون بچه‌شم مطابق وعده‌ای که تو مزمور 139 میده بر بال سحر سوار بشی من اونجا هستم، نمیدونم زیر زمین بری من اونجا هستم، هر کجا بری من با تو هستم، تو رو نمیدونم فلان اینا، اوکی. وقتی اراده خدا ندارم تصمیمات منم بدون اراده خدا برداشته میشه. من یکی از اون افرادی بودم که روز یکشنبه گفتم خداوند، به چند نفرم گفتم من خیلی تو زندگیم سختی کشیدم ولی هیچ کدومش به خاطر تو نبود.
هر سختی که برای خاطر تو نکشیدم، خیلی کشیدم، ولی به خاطر تصمیمات خودمم بوده، به خاطر قدم‌های خودم بوده. ولی من به تو که نمیتونم دروغ بگم، مطابق کلامت به تو دارم میگم، حالا هیچ کس هم ندونه من خیلی سختی کشیدم، ولی به تو رو راست دارم میگم، با تو که رابطه‌م اوکیه، خدا من خیلی از سختی‌هامو من به خاطر تو نکشیدم، به خاطر که اراده تو نمیدونستم، به خاطر که خواست تو رو نمیدونستم، به خاطر که خواست خودم و اراده خودم ازش چند تا آیه پیدا کرده بودم، با اون قاطی کرده بودم که بره خواست خودم انجام بشه. هیچکی نداره که تو میدونی حداقل. در آخر بخوام یک آیه از یوشع بخونم که ببینیم این، نمیدونم حکم برمیدارید اینو، صدای خدا برمیدارید، دستور برمیدارید، برکت برمیدارید، نمیدونم. ولی کسی که کلام رو نخونه، کلام رو ندونه، کلام رو نفهمه، خیلی بیچاره تر از کسی میشه که اصلا پیغام اینجا رو نشنیده. باور کنید خیلی و خیلی سختی ها، درد ها، مصیبت ها میاد، نه که خدا آورده باشه، چون خودش پریده تو جایی داره شنا میکنه که شنا کردن بلد نیست، تو اقیانوسی پریده که اصلا نمیدونه ساحلش کجاست. من سالهای سال تو کلیسایم هم که تو کانادا بود همیشه میگفتم، میگفتم یا درست بیا دنبال مسیح، بدون دنبال کی میخوای بیای، از طریق این باید بدونی. هیچ چیزی، نه کارت واجبه، نه دیسکوت واجبه، نه کنسرتات واجبه، نه مهمونیات واجبه، هیچ چیزی واجب تر از این نیست. ببینی این کسی که صلیبش انداختی گردنش، دنبالش را افتادی، تو آبم رفتی، خیس شدی، اومدی بیرون، این کیه؟ چون بعد جای قدم گذاشتی. ما وقتی توی ورزشگاه بریم اسم بنویسیم چیه؟ باید پولشو بدیم دیگه، حالا نریم اصلا ورزشم بکنیم، هر ما از حساب ما بر میدارن. ما وقتی تعمید میگیریم، برای ما شاید مسخره باشه برای یک انگیزه چیزی، ولی برای خدا این نیزیادتون باشه. اون اصلا نگاه نمی کن، اون به عمله، میگه به صدای تو، میگه هرچه دهان در میاد بیرون، تو اعتراف میکنی که عیسی خداوند منه و بعد از این نه من بلکه مسیح در من زندگی میکنه و بعد از این میخوام با عیسی مسیح پرواز کنم، بعد میرم دنبال کار خودم. اون مهم نیست تو کجا میری، او به صدای تو گوش میده، چون کلام خدا میگه قدرت موت و حیات در زبان است. اون متاسفانه یا خوشبختانه وقتی رفتی تو آب اومدی بیرون، اون ثبت کرد صدای تو رو، او به صدایی که تو گفتی، به اعتراف لبهات، میگه چی؟ هرگه اعتراف کنی که عیسی خداونده چی میشه؟ نجات میابه. پس تو یکی رو زیرا بیرد میکنه، درستی یا نه؟ پس وقتی که من میرم تو آب، میام بیرون، اعلام میکنم که من با تو راه خواهم را، باید برم. اگه اینو ندونم نمیدونم چجوری راه برم. در کتاب یوشع 1:8، این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب. اگه شبکاری روزا برو بشیند بخون حفظ کن، اگه روزکاری شبا بخون، روز و شب در آن تفکر کن، در آن تفکر کن. ببین پشت سر این مریم چیه، پشت سر زن سامری چیه، ببین تو باغ عدن چه خبر بوده. آیا وقتی حوا زیر درخت بود آدم هم اونجا بود، یا آدم تو قسمت شرقی مشغول کار بود؟ دقت کن، برو بخون، هی ده بار بخون، هی سوال کن، چیه جریان، چیه داستانا، خوشگل میشه، قشنگ میشه. ناراحت نشین که اگه وقتی یه چیزی برداشت میکنی خدا ناراحت میشه، خدا منظور من اینه، منظور تو چیه؟ خدا دوباره حرف میزنه، روح القدس برای این اصلا به ما داده شده، روح القدس برای این به ما داده شده که ما رو در عمقهای کلام فرو ببره و چیزهای قشنگ و جالب ما رو اصلا ببره تو باغ عدن، ببینیم اونجا چه خبر بوده. چرا؟ مگه موسی رو نبرد؟ موسی مگه تو باغ عدن بود؟ 5 کتاب اول مگه موسی ننوشته؟ کی برد تو این ماجراها؟ خود خدا الان تعطیل نکرده که، ما رو میبره تو عمقهای خودش که بیشتر لذت ببریم، بیشتر رو بشناسیم. این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر کن، تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است، هر آنچه در آن
و لاشم را ننداز، قایم نکن. متوجه شده عمل نمایی، زیرا الان فوری کار میکنه. ای ما که نمیتونه همه این کلام رو انجام بدیم، برای راست میگی انجام دادی یه نفر برای ما، ولی روح القدس کمک میکنه درک بکنیم. فیض و شریعت، فیض اصلا برای همینه، فیض اصلا برای همینه. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت. آقا ایماندار شکست خورده برای کلام نمیخونی، کلام نمیدونی، کلام گوش میدی، گوش کردن کلام پارنانه، دیگران زحمت کشیدن یه لقمه میدن میخوری، ولی یا خواست خدا رو که تو پارنان بخوری یا خودت هم نونهای گنده گنده داشته باشی، هم خودت بدی هم به شبان بدی بخوره. چقدر زیباست وقتی میشه شبان کلیسا میگی وای خواهر نرسی دیشب شم کلامو میخوندم، کلام برای من اینجوری شد، میگه ای خدا جانم تازه شد با این کلامی که تو عبد خدا رو شد، داری کلام میخونی، داری میفهمی. فقط ما برای مصیبت ها و درد ها و بدبختی ها و روانشناسی ها و روان درمانی ها انصافی پیش خادم خدا بری، از آسمان دریافت کنی بدی، مگه اونا چشمه خودجوشن؟ اونا هم از من شما بنا میشن، ما از هم دیگه بنا میشیم، اونا هم احتاج دارن یک کلمه یه نویمان بگی که زندگیشون عوض بشه، قلبشون تازه بشه، ثمره زحماتشون رو ببینن. یا اینکه رو کول بردارن ای خدا، یه خادمی میگم گفت که میشه بازنشسته بشم، اینا رو از رو کولم بندازم پایین، منتظر بازنشستگی هستم. به خدا خیلی مریم بقیه منتظرم که اصلا یه دو سی سال دیگه بازنشسته بشه، بزن دیگه سرشون های من خالی بشه. خیلی هم لجه داد، خیلی هم بامزه بود، واقعا هم اینجور بود، سرشون هاش همش پر بود. زیرا همچنین راه خود را فیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. اگر میخوای تو زندگیت پیروز باشی، اگر میخوای کامیاب باشی در سختی ها، دو حالت داری، یا بگی او سختی و زحمات برای ما هست، هللویا از فردا مصیبت ها بیاید، اینجا هم خداوند بفرست مصیبت، نه سختی و زحمات هست تو دنیا، دنیا دنیای شریر ملکوت نیست، اما ما اگر در این تفکر کنیم از دهان ما دور نشه، از فکر ما دور نشه، هر وقت با هم هستیم از کلام صحبت میکنیم، هر جا بریم کلام داریم، هر کس ببینیم براش کل از کلام داریم، چون کلام چیکار میکنه؟ جان اون یکی رو بلند میکنه. نباشه چیزای دیگه داریم به هم دیگه بگیم، هی میبینیم فرسوده شدیم، وقت هی فرسوده میشی، هی پایی میری، هی میبینی اصلا هیچ خوشی و آرامش نشه، ته دلت خالی میشه. پس یوشع 1:8-9 یادتون نره. خدا برکتتون بده.